هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی با عرض درود و سلام و احترام خدمت ایکایی که بینندگان گرامی، در دومین روز از سال میلادی جدید و نو در خدمت شما هستیم. 12 دی ماه ما برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها. نخست اینکه امیدوارم سال جدید میلادی سال توأم با صلح و آرامش برای همه مردم در سراسر جهان باشه. پیرامون مباحث گذشته امروز هم بحث رو ادامه خواهیم داد. در نوبت پیشین به جایی رسیدیم که نشان دادیم از منظر ماکیاولی نحوه زیست برخی از رهبران میتواند اسباب گمراهی بشه. یعنی الزاماً به این نیست که یک رهبری خود رو منتسب به امور ماورایی بکنه، بلکه گاهی نحوه زندگی افراد هم میتواند انسانها رو گمراه بکنه، به خصوص رهبران پوپولیست و عوامگرا از این ترفند استفاده میکنه. ماکیاولی نشان داد که مردم فلورانس، یعنی جایی که مهد رنسانس بود، مردمی صاحب اندیشه، صاحب تفکر، با یک میراث غنی در دام شخصی به نام جیرولامو سابونارولا میافتند. یک کشیش، یک راهب که با نحوه زیست بسیار ساده خودش ترحم و دلسوزی مردم رو جلب میکنه، به اینکه او مرد خداست، علاقه به امور دنیوی نداره و میخواهد حکومت مسیح یا حکومت خدا رو بر روی زمین برقرار بکنه. ولذا مردم بعد از خاندان میدیچی حکومت رو به او دادن و بعد هم دیدیم که زمانی که به قدرت رسید شروع کرد به حذف یکایک آن مظاهر رنسانس، مغازه ها، موزه ها، اماکنی که در اون آثار هنری بودند و به نوعی برخلاف مسیحیت تلقی می شد رو بست. شرابخانه ها، میخانه ها، تمام مراکز تفریحی تعطیل شد. به جای اون شروع شد به ساخت کلیساها، نیایش، حتی کار به رصد کردن زندگی شخصی مردم هم رسید. مامورانی رو به خانه های مردم فلورانس میفرستاد که اگر در آنجا آثاری از آنچه که در مسیحیت نهی شده یا توسط کشیشان و پاپ ها به نوعی مذموم دانسته شده بود رو حذف کنند. آثار زیادی از عصر رنسانس، به خصوص نقاشی ها و آثار هنری، یا سوزانده شد یا تخریب شد. در واقع شبیه آنچه که خمینی بر سر جامعه ما آورد. اصلا تفاوتی هم نمی کنه، به غیر از خمینی هم اگر هر آخوند دیگری بر مملکت حکومت بکنه وضعیت همینه. و دلیلش اینه که ذهنیت اینها ضد مدرنیته، ضد تمدنه، ضد پیشرفته. این جماعت خواستار بازگشت به دوران بربریت هم. یعنی برگردیم به 1400 سال قبل. بنابراین با ارزش‌های نوین، با مظاهر توسعه و تمدن و پیشرفت روی سازگاری ندارن، همدلی ندارن. ما آنچه که سبب فریب مردم شدی نبود که سابونارولا خود رو الهام گرفته از خدا میدانست، بلکه مردم به زندگی ساده او نگاه کرده بودن. کشیشی که در آغل گوسفندان میخوابید، روزه میگرفت، جامعه های مندرس داشت، اما میتوان دست به جنایت های زیادی زد. من یادم هست آیه دکتر عبدالکریم سروش در نقد اپوزیسیون که اونها همرده شخصی مثل خمینی نیستن، اشاره کرده بود که آقای خمینی نماز شب میخواند. و اتفاقا خطر افرادی مثل خمینی در اینجاست. کسانی که آنقدر از خدا خوف دارند که نماز شب میخونند، برای خدا گریه و زاری میکنند، به همان اندازه هم در خدمت خدا هست.
و اگر خدای او خدای جبار باشه، تکلیف مردم مشخصه. انسانهایی که در برابر خدا طغیان میکنند یا به نوعی خدا رو در تمام امور زندگیشون به بازی نمیگیرن، ممکنه در برابر اوامر و نواهی خدا چون و چرایی بکنن. اما خطرناکترین انسان، انسانی است که در خدمت خداست. بیشترین جنایت ها توسط کسانی صورت گرفته که در خدمت خدا بودند و در دوران مدرن در خدمت اسم ها، ایدئولوژی های تکگرا، مدل انسانی ادیان. ما در ایدئولوژی ها هم شبه ادیانی داریم، از یک منبعی میآید، انسانی است اما خود رو یقینی میدونه، قطعی میدونه، حق میدونه، و در نتیجه این ایدئولوژی ها مردانی رو به خدمت میگیرن که از کشتن نزدیکترین افراد به خود هم ابایی ندارن، چون در درجه اول خدمتگزار خدا یا اون ایدئولوژی هستن. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما فریب ظواهر انسانها رو نخوریم، بدانیم خواستگاه فکریشون چیست. خمینی قبل از به قدرت رسیدن یک شیخی بود دارای درجه فقاهت، نه دست به جنایت زده بود، نه کسی رو اعدام کرده بود، نه مال کسی رو برده بود، البته از طریق خمس چرا، اما به شکل عیان و آشکار نه مال دیگران رو مصادره کرده بود. و بسیاری از مردم هم فریب خوردن، گفتن خب او یک شیخی ساده، نه اهل دنیاست، نه اهل جنایت، لباس پیامبر هم که بر تن داره، سید هم هست و از اولاد علی و فاطمه است، دیگه داستان تمامه، با اومدن او ما میشویم یک ملت متمدن، کشور ما میشود بهشت. ما آنچه که غفلت کردیم این بود که خواستگاه ذهنی این انسان کجاست، به کدوم باور یا ایدئولوژی تبعیت داره. انسان هایی که ذهن توسعه نایافته دارن فقط به ظواهر نگاه، فقط به کلام نگاه میکنن، به شعار نگاه میکنن، نمیاندیشن که آیا سخن سلیمانی منطبق با اون خواستگاه فکریش هست. اگر کسی از حوزه علمیه آمده، مرجع تقلیده، آیا به حقوق بشر باور داره واقعا؟ اگر باور داره یعنی حقوق الهیاتی و قرآنی رو باید کنار بذاره، چون در بخش های این دو در تناقض و تخالف با هم قرار میگیره. شما کدوم انتخاب میکنی؟ اگر به این درجه از وارستگی رسیدی که حقوق بشر رو برگزینی، خب اون لباس رو باید در بیاری، دیگه نمیتونی بگی من هم به حقوق الهی باور دارم هم به حقوق انسانی باور دارم. نه، در یه جاهایی این دو کنار هم نمی نشینن. اهمیت در اینه که اونجا دست به انتخاب بزنیم. این ساده زیست بودن رو شما دیدید در انتخابات جمهوری اسلامی هم سبب برکشیده شدن محمود احمدی نژاد شد، هرچند دست‌های پشت پرده نظام هست. اگر به اون فضا نگاه بکنید، خیلی ها شیفته و فریب خورده این ظاهری شدن که با یک کاپشن بهاری می آمد، با مردم سخن می گفت، با زبانی کاملا کوچه بازاری، خودش رو هم صاحب ثروت نمی دانست. اما مسئله بر سر این نیست که یک انسان چند اندازه ثروت داره، مسئله بر سر اینه که در ذهن او چه میگذره. آقای پوپر تعبیر بسیار جالب و دقیقی داره، ایشون میگه نباید نگاه بکنید که دشمن شما چه اندازه سلاح داره، باید نگاه کنید طرز فکر او چیست. وی طرز فکر یک انسان اینه که من خودم رو از نظر نظامی تقویت میکنم اما برای دفاع از خودم، اندیشه تهاجم و دستاندازی به کشورهای دیگه مد نظرش نیست. بنابراین با داشتن سلاح بسیار زیاد، ثروت بسیار زیاد، به کشور ضعیف همسایه خودش هم حمله نمیکنه. اما ایدئولوژی هایی مثل ایدئولوژی های اسلامی، نازیسم، فاشیسم،
کمونیسم و خیلی ایده های دیگر اسباب تهاجم به کشورها شدند. تفکرات ناسیونالیستی هم این مسئله وجود داره، لیبرالیسم هم میتونه وجود داشته باشه، سبب سیاست گذاری های کشور هاست. استعمار از شوروی کمونیستی آغاز نشد، سالها قبل پرتغال و فرانسه و اسپانیا و انگلستان و همین ها شروع کردن به کشورهای دیگر حمله کردن. عوامل اقتصادی نقش داشت، عوامل امنیتی نقش داشت، رقابت با کشورهای دیگه نقش داشت که فعلا محل بحث ما نیست که امپریالیسم چگونه شکل میگیره، ولی مقصود اینه که با ایجاد یک ایدئولوژی که تهاجم رو توجیه میکنه، جنایت رو توجیه میکنه، شما دیگه نگاه نکنید ظاهر رفیق استالین چگونه است، چه لباس ساده‌ای میپوشه، ظاهر علی ابن ابی طالب چگونه است که یک نون و نمکی میخوره، ظاهر روح الله خمینی چگونه از زیر درخت سیبی نشسته یا در حجره‌ای در نجف. مشکل اینجاست که این ایدئولوژی وقتی حاکم بشه داستان تمامه، چون هر آنچه که اسباب عدم جنایتش میشه به او داده میشه و تکمیل میشه. بخشی از اسباب جنایت تفکره، تفکری که برای یک عقیده‌ای کشتن افراد رو مجاز میکنه، اما فعلا من قدرتش رو ندارم، مو ذهنیت رو داره. خطر جایی است که ابزار تحقق هم به دستش داده بشه. اون وقت دیگه شما با یک دولت، یک حکومت و پدیده‌های روبرو میشید که جنایت‌های اونها قابل توقف نیست، قابل محدود کردن نیست. و سهل است که سبب تهییج گروه‌های دیگر هم میشن. شما با برآمدن نازیسم و فاشیسم دیدید تا چه اندازه هسته های فاشیستی در کشورهای دیگر رشد کرد، چون این دولت ها پول دارن، به اونها هم کمک میکنن، گروه های دیگر هم انگیزه پیدا میکنن، میگن خب اگر نازیسم در آلمان قدرت گرفت، قبل او فاشیسم در ایتالیا قدرت گرفت، چرا ما نتوانیم در رومانی این کار رو بکنیم، در بلغارستان این کار رو بکنیم، در فرانسه این کار رو بکنیم. اکسیون فرانسیس سالها قبل از برآمدن فاشیسم در ایتالیا شروع شد، پایه انس نولته وقتی این گروه های فاشیستی رو نام میبره شما رگه های از اونا رو میبینید. ما در یک موقعیت مناسب اونا قدرت میگیرن. با برآمدن جمهوری اسلامی چقدر هسته های جهادگری در منطقه رشد کرد، چون اونا ابزارهایی میخوان، فکرشو که قبلا دارن، از صدر اسلام تولید شده، فقها و محدثان و مفسرین زیادی هم اینا براش رو تئوریزه کردن. ما آنچه که ندارن پوله، سلاحه، گاهی حتی قدرت چانه‌زنی بین المللی است. خب اینها رو جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، ترکیه و کشورهای دیگر اسلامی درختشون قرار میدن، هر کدام هسته های خاص خودشون رو دارن و در نتیجه خاورمیانه تبدیل میشه به یک نزاع در رای یک ایدئولوژی که خودشو حق میتونه، شیعه در برابر سنی، سنی در برابر شیعه و هر دو در برابر مابقی ادیان و پیروان. بنابراین ظواهر انسان ها نباید ما رو فریب بده. هرچند ماکیاولی اشاره کرد عده‌ای هم سعی میکنن برای اینکه مقاصد خودشون رو پیاده بکنن خودشون رو به خدا هم وصل بکنن که ما مردان خداییم. اخیرا هم در همین یکی دو روز سید علی خامنه‌ای هم مدعی شده که از جسم من کلام کلام خدا با مردم سخن گفت. بله، چون برنامه های جدیدی ظاهرا در راه هست برای ایشون. مشروعیت رو باید بازسازی کرد. همیشه استبداد این کارو کرده، به هر طریقی سعی کرده مشروعیت نداشته رو بازسازی کرد. اما تفاوت در اینجاست که مردم اگر آگاه باشن این مشروعیت های کاذب دیگه فایده ای نخواهد داشت. برای رهبری یک جامعه ظاهر انسان ها اهمیت نداره. ما اصلا بحثمون در مورد سیاست مداران حرفه‌ای به همین مسائل برمیگرده که ما در امر سیاست
چه کسانی رو با چه معیارهایی باید به عنوان سیاست مدار بدانیم؟ شما گونه که وقتی بیمار میشیم به دنبال این هستیم که بهترین پزشک رو انتخاب کنیم بر اساس صلاحیتش، توانایی علمیش، دقتش، تجربیاتش، میریم تحقیق میکنیم، از بیماران مختلف سوال میکنیم و یکی رو شاید ماها در نوبت قرار بگیریم که پیش فقط همین آقای دکتر یا این خانم دکتر بریم. چرا؟ چون به جانمون علاقمندیم، نمیخوایم بدنمون رو در اختیار هر کسی قرار بدیم. ما اینقدر میفهمیم، ما کمی ذهن توسعه یافته تر داشته باشیم در امر سیاسی که کشور رو میخوایم به دست افراد بدیم، فقط به ظاهرشون نگاه میکنیم. شما امروز برای انتخاب پزشک فقط نگاه میکنید کدوم پزشک خوشتیپتره، کدوم پزشک مطبش در بالای شهره، یا میگید نه مهم اینها نیست، مهم تخصص اون پزشکه. حالا چطور در امر سیاست اینا رو فراموش میکنیم، کشور رو به دست کسانی میدیم که جلوی ما مینشینن با یک نون و پنیر و میگن آقا بفرمایید من نیاز به قدرت ندارم، من اومدم به شما خدمت کنم. و بعد در سازمان ملل آن نوع صحبت ها سبب میشه که تحریم ها بر گرده مردم سوار بشه. چرا؟ بنابراین طبیعی است که وضعیت ما به جای اندیشیدن به ظواهر مردم نگاه کرده. هر شیخی با لباس پاره پوره آمد، ما او رو علی ابن ابی طالب دیدیم که نعلینش وصله داشت، پیراهنش وصله داشت. این داستان‌های اسطوره‌ای برای ما ساخته شده. امروز هم در مورد مسائل انقلابی هم وضعیت رهبران یک انقلاب هم باید ویژگی‌هاشون داشته باشن. الان سیاستمدار حرفه‌ای رو که ما مؤلفه‌هاش داریم ذکر می‌کنیم، خود رهبران یک انقلاب هم یه ویژگی‌های خاصی دارن به علاوه اون ویژگی‌هایی که یک سیاستمدار حرفه‌ای داره. مهمترین اینه که رهبر رو مردم انتخاب می‌کنه. هیچ رهبر انقلابی نمیتونه بگه من رهبر شما هستم، از فردا دنبال من را بیفتید. نه، کارهایی میکنه که مردم او رو داره وجاهت میدونن که میشه پشت سر این آقا حرکت کرد. سوابق مبارزاتیش مشخصه، نوع رفتارش مشخصه و از دل حوادث و کوران وقایع مردم او رو برمی‌گزینن. دومین ویژگی این که به نیازهای احساسی و روانی مردم پاسخ مساعد بده، هم حسی داشته باشه. یعنی اگه مردم فقیرن، ایشون نره جزیره گردی سوار کشتی های آنچنانی بشه. جایی که مردم غذا ندارن یا به مشکل خوردن، رهبر، هیچ رهبر انقلابی نمیاد زندگی لاکچری زندگیشو برای مردم نشان بده. این رفتارها برای رهبر انقلابی سخیفه. رهبر انقلابی با ارزش‌های مردم دمخوره، با اون ارزش‌ها زندگی می‌کنه، نفس می‌کشه. اگر مردم دنبال دموکراسی هستن، برای اون تلاش می‌کنه. اگر برای آزادی هستن، برای اون تلاش می‌کنه. نمیگه اینا مبتذله، دنبال دموکراسی نباشید، دموکراسی کلیشه مبتذله. این از همون روز اول داره میگه آقا من رهبر شما نیستم، من به شما فکر نمی‌کنم. چون با اون ارزش‌های مردم منطبق نیست. وضعیت او باید مناسب با وضعیت انقلابی باشه، یعنی متزلزل نباشه. رهبر انقلابی نمیتونه امروز یه چی بگه، فردا خودشو عقب نشینی بکنه، پس فردا یه جور دیگه رفتار کنه. این شلکن سفکن‌ها مساعد یک رهبر انقلابی نیست. غالب رهبران انقلابی موفق دنیا بر سر موضع خودشون ایستاده بودن، حالا چه غلط چه درست کاری نداریم، ولی انسان مذبذب نمیتونه رهبر انقلابی باشه، چون نیروی انقلابی نمیتونه روش حساب کنه. انقلاب بالاترین حد فداکاریه، یعنی کسانی که حس فدا کردن خودشون رو در انقلاب باید داشته باشن. اگر من به عنوان رهبر انقلابی چون این حسی رو از یاران خودم در خیابان میخوام، خودم هم باید همونطور باشم. بسیار از این رهبران انقلابی رو دیدید، نحوه زندگیشون، مبارزاتشون، سالها تبعید، زندان، در جنگلها، در کوهها متواری،
رهبر انقلابی ندیدیم تو کاخ بشینه تو زندگی فلان خودش، بعد بگه مردم شما برید کشته بشید، من اینجا میخوام راحت باشم. امروز یه جوره، فردا یه جوره، پس فردا یه حرف دیگه میزن. نه نه، شده نیست. نظریه پردازانی که در مورد رهبران انقلابی مطالعه میکنن این ویژگی ها رو برجسته کردن. ما بخوایم اونجوری زندگی بکنیم مردم ما رو خواهند پذیرفت، نخواهیم مردم ما رو پس میزنن. ویژگی دیگر این که در وضعیت انقلابی یک رهبر نباید وابسته به کشورهای دیگر باشه. یعنی مردم نباید فکر کنن که خب این رهبر جمهوری اسلامی وابسته به کشورهای دیگره، حالا ما یه رهبری داریم اینم وابسته به کشورهای دیگر. نه اینکه از کشورهای دیگر کمک نگیره، نه خیلی کمک، اما شفاف. بسیاری از رهبران انقلابی از کشورهای دیگر کمک گرفتن. از دوگل در نظر بگیرید، همین رو بیاید جلوتر. ما باید شفاف باشه. شما نمیتونید 5 میلیون دلار از عربستان سعودی بگیرید بعد برید دیسکو بزنید تو ویرجینیا بعد به مردم هم جواب ندید. نشدنیست. شما نمیتونید 20 سال 30 سال مسائل مالیتون شفاف نباشه، از کجا پول میگیرید به کجا میدید هیچیتون شفاف نباشه. نه، مردم اعتماد نخواهند کرد. مردم به اون رهبری که نسبت به بقیه جامعه خودشو مخفی کرده اعتماد نمی کنن. شاید 100 سال گذشته کسی دارو نمی پرسید، اما امروز ذهن مردم پرسشگره، در فضایی هستن که میخوان بدونن اگر جان خودشون رو در اختیار یکی قرار میدن، مال خودشون رو در اختیار یکی قرار میدن، آیا او حافظ و امانتدار جان و مالشون هست؟ دیگر ویژگی یک رهبر انقلابی اینه که به رژیم و عوامل رژیم تن نده و روی مردم خودش، نیروی خودش متمرکز باشه. کدوم انقلاب رخ داده که مردم تو خانه باشن من میخوام برم با فلان بخش رژیم صحبت کنم؟ حالا تازه اونم دیگه بخش نیست، خود رژیمه در واقع. یعنی هر رهبر انقلابی که امروز بگه من میخوام با سپاه صحبت کنم، باید بدون سپاس خود رژیمه. ما در انقلاب ها ریزش بخشی از رژیم رو داریم، درست، اما اونا عناصری هستن که در بازی قدرت رژیم به بازی گرفته نشدن، زمینه های بیرون آمدن رو هم دارن چون چیزی ندارن در درون اون رژیم، بنابراین تن میدن به رهبران انقلابی. دیگه ناامید شدن. اما کسانی که الان بر رأس قدرتن، منافعشون در اونجاست، چگونه به شما تن بدن؟ مگر اینکه شما چیزی بیشتر به اونا بدید. عرض کنید من سلیمانی میخوام به سپاه بگم آقا شما تشریف بیار انقلاب کنید. سپاه میگه خب سلیمانی چی به من میدی؟ الان این نظام همه چیزو به من داده. از اقتصاد بگیرید، سیاست بگیرید، مسائل فرهنگی و اجتماعی بگیرید. من تو همه جا سهم دارم. اصلا خود نظام منم. من دیگه بخشی از نظام نیستم. من خود نظامم. تو چه چیزی اضافه تر داری به من بدی؟ خب من به عنوان رهبر انقلاب چی باید بگم؟ یا باید بیشتر سید علی به اینا بدم؟ یا باید به اینا بگم نه خیر آقا من چیزی کمتر به شما میدم؟ خب آیا با کمتر دادن اونا به طرف من میان؟ میگن نه خیر ما جامون خیلی راحته. اگر زمانی که مردم به خیابانها بیان، انقلاب به نحوی باشه که رژیم در حال سقوطه، آخرین رمقهای رژیم مانده، حالا نیروهای سپاه احساس کنن که کار در رفته، دیگه کار ما نیست، دیگه همان منافعی هم که داشتیم دیگه ممکنه تمام از دست بره، حالا بریم با سلیمانی صحبت کنیم که آقا ما این 100% رو نمیخوان، حداقل 10% رو به ما بده، ما رو ادغام کن در ارتش یا اون نیروهای ملی، اونجا میمانی. ریزش ها اینجوری صورت میگیره. نه اینکه مردم تو خونه باشید من میخوام برم با سپاه صحبت کنم یه فروپاشی شکل بگیره. این مسخره کردن مردم. کدوم فروپاشی؟ شما چیزی بیشتر به اون سپاه بدی که به طرفت بیا. اون هم سپاهی که تمام ساختارهای مملکت رو داره. خب ما نمیدونیم، اینا رو متوجه نمیشیم. انقلاب بازیچه شده. ویژگی دیگر یک رهبر انقلابی بیانیه های انقلابی است.
برنامه های انقلابی است، طرح‌های انقلابی است. یعنی کسی که وقتی سخن میگه مردم به هیجان بیان. با اعلامیه ها، اعلانیه ها، با مصاحبه ها. شما چنین رهبری میبینید الان؟ رهبری که یک ساعت صحبت میکنه، مردم به جایی که شور و شوقی در اون ایجاد بشه ناامید میشن. چرا؟ چون قرار خودش یه کاره بکنه، وکالت بگیره بره دنبال کار، با سپاه صحبت بکنه، با اصلاح طلبان گفتگو بکنیم. ویژگی های رهبران هم بسیار متفاوته و این گونه نیست که هر سیاستمدار حرفه‌ای هم یک رهبر انقلابی باشه. نه، رهبر انقلابی ویژگی های خاص خودشو داره که بسیار هم پر اهمیت. در مورد مسئله استبداد که کار ما رو رسان به دیدگاه مکیاولی و اون نگاهی که انجام داد، یک مسئله مهم دیگری هم وجود داره و اون این که ما در دوران تاریخی این سرزمین ویژگی هایی رو ذکر کردیم، بحث استبداد رو مطرح کردیم، نگاهی که افلاطون و ارسطو و دیگران داشتن. یکی دو روز گذشته من در یک برنامه‌ای به یک مسئله اشاره کردم که بد نیست این نگاه رو امروز هم در این برنامه به اشتراک بگذاریم. به آن چیزی است که برای ما بسیار پر اهمیته، به آن این که آیا روند یک امر تاریخی، امر سیاسی میتونه دورنمای امیدی رو برای ما روشن کنه؟ چون این پدیده امروز هم داره رخ میده. یعنی جایی که اصلاح طلبان رژیم مردم رو دعوت میکنن به انتخابات، که بله ما چاره ای نداریم جز این که بیایم و به اصلاح طلبان رأی بدیم، اینها برن با مراکز قدرت صحبت بکنند، یک مقدار فضا باز بشه برای ما. دیدید دیگه اونهای حجاریان میگفت فشار از پایین، چانه زنی از بالا، یعنی مردم و گروه های سطح جامعه این مطالبات رو بیارن، فریاد بزنن به خیابان ها، به جاهای دیگه، ما بریم اون بالا با آقای خامنه‌ای صحبت بکنیم که آقا ببین این مردم رو جلو شما گشت ارشاد رو مثلا برد. و بعد هم دیدید اون سیر اصلاح طلبی در مملکت به جایی نرسید. هرچند ساختارهای قانونی رو اگر میدانستند که به جایی نخواهد رسید، اما فرض رو بر این بگذاریم که همه مردم که آگاه نیستن، تمایل مردم هم اینه که راههای مسالمت آمیز رو اول پیگیری کنن. اگر همه راه ها مسدود بود، حالا بریم به سمت انقلاب. این طبیعی است از نظر روانی و تجربه بشری، طبیعی است. شما اگر از یک کسی هم طلبکاری، روز اول نمیری بزنیش، روز اول نمیری شکایت کنی، اول میری باش صحبت میکنی. نشد، یکی از دوستان رو واسطه میکنی. نشد، حالا میری قانونی. قانون هم به تو جواب نداد یا به هر حال به نحوی غیر قانونی رفتار شد، حالا دیگه وارد کارهای دیگر میشی. در مملکتی که قانون باشه البته کار دیگه به جای دیگه نمیرسه. در مملکتی که قانونی نیست صدای شما به جای نمیرسه. خشونت به سطح جامعه. ما مردم این راه رو میرن. این سالمت آمیزترین راه، متمدنانه ترین راه. اما وقتی راه به نتیجه نرسی، حالا مردم وارد فاز انقلابی میشن. خب ما 20 سال اصلاحات رو تجربه کردیم. از سید محمد خاتمی بگیرید، روحانی بگیرید و دیگر. خب چه شد؟ جالب این که حتی امروز ما یک روزنامه اصلاح طلب نداریم. همین سید محمد خاتمی که سالها رئیس جمهور اون مملکت بوده ممنوع تصویر بود. بعضی دیگرشون که اصلا خانه نشین، یه عده‌شون که از کشور خارج شد. این نشان میده که اصلاحات پروژه شکست خورده است، نمیشه به اون سمت رفت. روندی رو هم که رژیم پیش گرفته، روندی است که در نهایت تبدیل میشه به انقلاب. چرا؟ به دلیل اینکه رژیم مطالبات مردم رو نمیبینه. در هر جامعه اگر مطالبات مردم دیده نشه، این فرایند شروع میشه، ادامه پیدا میکنه
و با کنار هم قرار گرفتن بسیاری از مؤلفه های دیگر انقلاب. در اینجا یک پدیده ای رخ میده و آن سلطانیزمه. یکی دو روز قبل در موردش کمی صحبت کردم، اینجا هم شاید بد نباشه این ویژگی رو برجسته بکنیم، بررسی بکنیم و بدانیم هر زمان این پدیده ایجاد شد، نهایت در درون اون جامعه التهاب و انقلاب خواهد. پدیده سلطانیزم، خوان خورخه لینز سعی کرد با نگاهی به برخی جوامع که غالبا هم جوامع آمریکای لاتین بودن و اسپانیا و کشورهای دیگر، یک ویژگی رو در این رژیم ها دید که این رژیم ها نه اقتدارگرا هستند نه توتالیتر هستند. اقتدارگرا به این معنا که یک حاکمی هست و این که قانون وجود داره، نهادهای سنتی وجود دارن، این حاکم اقتدارگرا خودش رو محدود میکنه به همون سنت ها، به همون چارچوب ها، اندکی پاشو فراتر میگذاره. ما نگاه استبدادی است. رژیم های توتالیتر هم رژیم هایی هستند با دولت های فراگیر، تمامیت خواه. توتالیتر یعنی تمامیت خواه، فراگیر یعنی دولتی که تمام زندگی مردم رو زیر نظر خودش میگیره، از زندگی شخصی گرفته تا زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی، زندگی اقتصادی، همه چیز طبق برنامه هایی است که دولت تعیین میکنه. که ما نمونه های حکومت های توتالیتر رو در شوروی کمونیستی، در آلمان نازی، ایتالیای فاشیستی و در جمهوری اسلامی هم میتونیم ببینیم. رژیمی که تمام قسمت های جامعه رو زیر نظر خودش داره و معمولا هم بر روی یک ایدئولوژی سواره تمام این برنامه ها. یعنی یک ایدئولوژی وجود داره و رژیم سعی میکنه زندگی مردم رو بر اساس اون ایدئولوژی ها سامان بده. آقای خوان لینز دید نه، بعضی جوامع هستن اینها نه توتالیترن به اون معنا که ایدئولوژی خاصی داشته باشن که زندگی مردم رو شکل بده، و نه اقتدارگرا هستن یعنی حاکمانشون فقط محدود به اون چارچوب ها هستن. او برای این پدیده از نامی استفاده میکنه که در گذشته ماکس وبر استفاده کرد. حالا چون اساس بحث ما در مورد سیاست مدار حرفه‌ای نگاه ماکس وبر هست، این بار هم خواستم از این واژه سلطانیزم که ماکس وبر اون رو برمیگزینه استفاده بکنیم برای نشان دادن وضعیت‌هایی در جوامعی مثل ما که مهمه. سلطانیزم دیدگاهی بود که ماکس وبر نسبت به کشورهای خاورمیانه داشت و اساساً این نام سلطان رو هم برگرفته از همان نگاه عربی است که او گرفته. یعنی او دید این جوامع یه ویژگی‌های خاصی دارن که شما در اروپا نمی‌بینید اینها رو. بنابراین واژه سلطانیزم رو برگزید. آی لینز سعی کرد ویژگی‌هایی برای این سلطانیزم بشموره که ما اینها رو تقریباً امروز هم داریم می‌بینیم، در گذشته هم میتونستیم ببینید، یعنی در زمان حکومت رضا شاه از حدود سالهای 1310 به بعد تا 1320 و زمان شاهنشاهی محمد رضا شاه از 1341 به بعد، تقریبا شما این مؤلفه ها رو میتونید ببینید. یعنی یک سیستمی که ما بین اقتدارگرایی و توتالیتر بوده، از اقتدارگرایی یا استبداد اقتدارگرایی کمی بدتره، از توتالیتر کمی بهتره. اما این ویژگی ها چه هستن؟ به دلیل اهمیت این موضوع است که من عرض میکنم که وقتی چون این ساختارهای ایجاد میشه ما دچار مشکل خواهیم شد. فرقی هم نمی کنه آخوندی اون رو ایجاد بکنه، شاه ایجاد بکنه، یا یک روشنفکر نخبه ایجاد، فرق نمی کنه. هر وقت این علائم رو دیدیم باید بدونیم این بدن بیماره، این جسم بیماره. اولیش ریاکاری قانونی است. یعنی آقای خوان خورخه لینز اشاره میکنه که در درون این جوامع شما نهادهای قانونی دارید، اصلا خود قانون دارید، قانون اساسی دارید، ساختارهای قانونی دارید، مثلا قوه قضاییه داری، عدلیه داری، مجلس داری، قوه مقننه داری،
دولت داری، قوه مجریه داری. اما همه اینها یک صورتی است از آنچه که در جوامع مدرن هست. یعنی مجلس فقط جایی است که اوامر شاه یا ولی فقیه تصویب میشه، نه نظر مردم. حالا یا این مجلس اساسا نمایندگانشون دستچین شدن، از قبل انتخاب شدن، یا ساختارها به نحوی است که با دستور رهبر یا اون فرمان روا دیگه تمام اون قوانین از بحث و شور و تصویب بیرون میمونن. ما مجلس هست، هر 4 سال هم انتخابات. مگه جمهوری اسلامی انتخابات عقب انداخته؟ نخیر. رضا خان مجلس رو مگه تعطیل کرد؟ نخیر. دیگه محمد رضا شاه مجلس تعطیل کرد؟ نخیر. البته چرا گاهی تعطیل کردن، ولی نه به اون معنایی که بلکل تعطیل باشه. نه، گاهی مثلا انتخابات رو باطل کردن، انتخابات دیگه برگزار کردن. ولی کسانی که وارد مجلس میشن نماینده مردم نیستن. اینا از قبل توسط شهربانی گرفته، وزارت کشور گرفته، شورای نگهبان گرفته، از طرف جای دیگه دستچین شدن. لیست ها به مناطق استانی داده شده و از دل اونها هم افراد بیرون اومدن. پس ریاکاری قانونی یعنی این که شما قانون اساسی داری؟ اما این قانون اساسی یک چیز سوریست. رهبر جامعه هر وقت بخواد نظر خودش رو اعمال میکنه. امروز شما میبینید در جمهوری اسلامی حکم حکومتی، یعنی هر زمان اگر مشکلی پیش بیاد سید علی خامنه‌ای حکم حکومتی میده، یا فرامینی که در دوره گذشته است. و این ریاکاری قانونی سبب میشه که دیگه در درون اون جامعه عدلیه معنا نداره. طرف رو هر کجا بخوان با هر میزان مجازاتی در نظر میگیرن. شما دیدید این تعابیری که بعضن خیلی از زندانیان سیاسی بیان میکنن، میگن عملا اون بازپرس نهاد امنیتی به ما میگه آقا اصلا قاضی کاری نیست. من بازجو که الان اینجا جلوت نشستم خودم قاضیم، زیر اون برگه بازجویی مینویسم 10 سال حبس بدید. اون قاضی بالا سلواتی هر کسی از اون بالا نشسته همونو قرائت میکنه. بنابراین قاضی اصلی همین منم که جلوت نشستم. غالبا هم این اظهار نظرهای زندانیان سیاسی درسته، چون هیچ قاضی در اونجا استقلال نداره که بگه نخیر من آقا این بازجویی تحت شکنجه بوده، یا شواهد و قرائن نشان نمیده که این آقا مجرمه، متهمه. اصلا محلی از اعراب. خب چون این فضایی شما دیگه از عدلیه خبری نیست، از دولت خبر نیست، مثل دولتی وجود نداره. نخست وزیر رو من میارم، رئیس جمهور رو من میارم، هر وقتم دلم بخواد رو برمیدارم. در واقع او خدمتگزار من. دومین ویژگی که آقای لینزنام میبره شخصیت پرستی است، شخصیت گرایی است، کیش شخصیت. یک کیش شخصیت در درون این نظام ها ساخته میشه. یعنی افرادی سعی میکنن نام خودشون رو مثلا بر روی شهرها بگذارن. شما دیدید در روسیه بعد از انقلاب کمونیستی خیلی از شهرها نامشون عوض شد، لنینگراد، استالینگراد، انواع و اقسام این شهرهایی که به نام رهبران انقلابی بود. بعدم که ناراضی می شدن از همدیگه و اون یکی اون یکی رو تصفیه می کرد اسم شهرم عوض می شد. و این شخصیت پرستی نخست نیاز به ساخته شدن داشت. نامهایی برای افراد برمیگزیدن. یکی میشد لنین، یکی میشد استالین. یعنی نامهای مستعاره. در نهایت القاب و عناوینی به این افراد داده میشد. ما هم داشتیم در ایران گذشته، آریامهر مثلا. برای ساختن یک کیش شخصیت. امام. میدونید امام یک
واژه یا مؤلفه بسیار مقدس هست در جهان تشیع، که به غیر از اون 12 امامی که 11 نفرشون فرزندان پشت در پشت علی ابن ابی طالب هستن این نامو دارن، به هیچ آخوندی نمیگن امام. ما چون میخوایم یک کیش شخصیت بسازیم دیگه، روح الله موسوی الخمینی زیاد جالب نیست، باید بگیم امام. این امام رو میگن، بعد هم ساخته میشه دیگه، کسی هم نمیتونه مخالفت بکنه. اون یکی از اون طرف برای ساختن کیش شخصیت خود رو آریامهر میدونه، طبق اون پیشنهاد آقای شفق تبریزی. یکی دیگه هم این طرف خودش رو امام میدونه، که منتسب هست حالا به حسن روحانی، که اول بار او این حرف رو در دهان این آقا انداخت. خب این آقا بعدش نیام، حالا امام هم بشیم چه اشکالی داره؟ مردم ما که اونقدر نمیفهمن این امام یعنی چی. اما وقتی بر نام من امام خمینی گذاشتم، یه مقدار میزنه به امام علی، به امام حسین، ساخته میشه کیش شخصیت. امور خارق‌العاده مثلا به این افراد نسبت میدن، اینا به چند زبان صحبت میکنن، ما خیلی از افراد نگاه های خیلی عجیب و غریبی دارند و این داستان ها شما در گذشته هم میبینید. این شخصیت ها غالبا نظر کرده مثلا محسوب میشه. طرف دیگه من از عصب داشتم میافتادم، ابوالفضل منو گرفت، یه روز مریض شدم، علی ابن ابی طالب اومد به من یک جامی داد، حالم خوب شد. یعنی من نظر کرده اون آقا هستم، وگرنه علی بی بیکار نیست بیاد به من که بیمارم یه جامی بده من خوب شم، چون حضور من از نظر علی ابن ابی طالب ضروری است. بنابراین یه روز عباسو میفرسته که من دارم از اسب میافتم، منو دو دستی بگیره بذاره پایین، یه روز دیگه هم به من جام بده. این برام داستان همین. دیدی دیگه همی اخیرا هم عرض کردم، یکی دو روز قبل سید علی خامنه‌ای هم صحبت از این میکنه که خدا با من هست، یعنی حرفی که میخوام بزنم مال من نیست، یه جاهایی هم خدا هم دستش تو کاره، منتها زبان من صحبت میکنه، از لسان من و کلمات من صحبت. این کیش شخصیت خطرناک، اما این نوع رژیم ها نیاز به ساختن اون رو دارن، چون باید یه ویژگی هایی فراتر از آن چیزی که دیگران دارن به خودشون بدن. دیگری دودمان سازی است، خاندان سازی است. مثلا نمیگن که حالا من آمدم یه ویژگی دارم، میگن نه بابا بابام هم همین بوده. اصلا ما خانوادگی اینطوری هستیم، نظر کرده خداییم و امامان و دیگران. اگه قرار جایی ساخته بشه، خاندان ما میسازه، دودمان ما میسازه. اگه قرار شفا پیدا بکنید، باید برید به اون ذریح امامزادگان. این خاندان خیلی خاندان مطهری است، شفا میده. این همه خاندان سازی است. از دل خاندان سازی بود که زمانی در صفویه همین سیدها و گروه های دیگر گدایی میکردن. یه برگه‌ای داشتن به نام سید نامه، میرفتن دم خونه مردم و جای دیگه میگفتن آقا من سیدم، یعنی نسل های گذشته من میرسن به علی و فاطمه. خب حالا بفرمایید فرمایش، یه پولی به ما بدید دیگه، ما خمس برای ماست، چون به اون خاندان. خب این خاندان سازی به اونو کمک میکنه که اینها صاحب جایگاه برجسته بشن. برای همین یک بخش از این کیش شخصیت در درون خاندان ها معنا پیدا میکنه، که باز هم آیلینز اشاره میکنه شما در چنین پدیده هایی میتونید این رو ببینید. ویژگی دیگری که آیلینز نام میبره، عدم تفاوت و افتراق بین دولت و شخص شاهه، شخص حاکمه. تعبیر بسیار شایعی است از لویی 14 که میگفت دولت منم، من هستم که دولتم، من به غیر از ما دولت نداریم، ما حکومت نداریم، همه چی منم، کشور منم. حزب یعنی استالین، استالین یعنی حزب، حزب یعنی برادر فلانی، خواهر فلانی، و خواهر فلانی هم یعنی کل مردم. یعنی قدرت میگیرن
دیگه دولت معنا نداره، نخست وزیر منشی اعلی حضرت، کما اینکه این تعبیر شایعی است که آقای امیر عباس عبیدا میگفت، ما منشی کاری نیست، هر چیشون بفرمایید میگیم چشم. سید محمد خاتمی مگه نمیگفت در جمهوری اسلامی رئیس جمهور تدارکات چی؟ یعنی من سید محمد خاتمی که 20 میلیون رأی دارم به ظاهر، تدارکات چی این آقا؟ یعنی آقا اگه به من بگه بکن میگم چشم، نکن میگم چشم. که دولت معنی نداره وقتی رئیس جمهور 20 میلیونی مملکت اجازه نداره نظرات خودش رو بده. اگر به دنبال نسی که چرا سرنوشتمون اینه، نگاه به این مناسبات بکنی در گذشته و حال، که فردا دوباره این مناسبات برقرار نشه. اگر در پس از رژیم جمهوری اسلامی نخست وزیری آمد دست آقا رو بوسید، حالا فرق نمی کنه اون آقا کیه، یه خلیفه است، امام، ولی فقیه، شاه، هر کسی، شما بدونی کار خراب. اگر رئیس جمهوری آمد گفت آقا من خدمتگزار اون آقام، بدونید کار خراب. قانون رو دور زد، بدونید کار خراب. وقتی عکس های عجیب و غریب بر سر خیابان ها گذاشتند و شهرها به نام خودشون کردند و شروع کردند به خاندان سازی و دودمان سازی و اهل بیت سازی و این داستان ها، بدونید کار خراب. نه، در کشورهای عقب مانده است. اگر در کشورهای توسعه یافته هم باشه باید برداشته بشه. اینها هم همان پسمانده های فکرهای غلطه که البته کم شده، اما ممکنه در جایی هنوز نابود نشده باشه. بنابراین مهمترین مسئله اینه که دولت به عنوان مجری احکام یک نهاد دیگر مثل قوه مقننه دیگه موضوعیت نداره. دولت یعنی رهبر، رهبر یعنی دولت، و خود اون حاکمیت یعنی کل کشور. ویژگی دیگری که آقای لینز نام میبره فساد، انحصار سرمایه است. میگه در چنین رژیم هایی یعنی سلطانیزم، فساد در حد اعلاست. مدار قدرت بسته است، سرمایه در انحصار افراد خاص، گروه های خاص که نسبت به رهبر تعهد دارند. و این سرمایه در بین خود اون افراد پخش میشه. همین دلیلی که خیلی از مردم های حالا این سرزمین ها وقتی این بسته بودن حوزه اقتصاد رو میبینن، گردش منابع ثروت و مال رو میبینن، تبعیض رو احساس میکنن. میبینن فلانی با نزدیک شدن مثلا به بیت آقا صاحب کارخونه فلان شد، فلانی از دل ازدواج با یک شخصی که نماینده مجلس بوده صاحب فلان سرمایه شد. در گذشته و حال این چیزا رو خیلی دیدیم، افرادی که از نزدیکی به کانون قدرت صاحب همه چیز شدن بدون اینکه لیاقت داشته باشه. خب مردم وقتی اینا رو ببینن متوجه میشن که تو این مملکت لیاقت و ارزش و تخصص معنی نداره، تعهد به یه آقا معنا داره. ما باید بریم دنبال این مسئله. بخش دیگری از این فسادها حاصل زیراب زدن همدیگه است، تملق، چاپلوسیه که شما دیدید، امروز هم هست، گذشتم بود، چون عرصه رقابت مشخص نیست. ویژگی دیگری که آقای لینزدام میبره، میگه این رژیم ها پایگاهشون محدوده چون مدارشون بسته است، فقط یه عده خاص راضی هن از اون مملکت، بقیه ناراضی هن. شما ممکنه در رژیم های استبدادی به خاطر پول فروش نفت یا چیزهای دیگر رشد اقتصادی داشته باشی، یعنی 50% رشد اقتصادی داری، بله درست، اما این 50% چقدر در بین مردم توزیع شده؟ یکی از اشکالات بزرگی که هواداران رژیم سابق دارن همینه. میگه آقا ببین ما رشد اقتصادیمون چقدر زیاد بوده، 20% رشد اقتصادی داشتیم فرض، میگیم خب درست، کاری هم نداریم که بخشش نفت و اینها بوده، به ایناش هم کاری نداریم، اصلا فرض رو بر این میگیریم که درست 20% رشد اقتصادی داشتیم. اما این رشد اقتصادی نباید در سر سفره مردم معلوم شه،
در زندگی مردم مشخص شه؟ بنابر همون آمارهای گذشته نشون میده که فقط 12% جامعه 70% ثروت کشور در اختیار اوناست. خب بقیه مردم اینا رو وقتی ببینن، اون رشد اقتصادی اتفاقا برای اونها اسباب تبعیض رو بیشتر نشون میده. شما فرض کنید دولت بگه که ما سال گذشته 10 میلیارد درآمد داشتیم، امسال 50 میلیارد درآمد داریم. خب من وقتی این خبر رو گوش میدم میبینم نسبت به سال گذشته 40 میلیارد دلار ما اضافه درآمد داشتیم. اما نگاه میکنم که روستای من همون روستاست. نه آبلوله کشی داره، نه جاده داره، نه بیمارستان داره. خب اون 40 میلیارد کجا رفته پس؟ خود این خبر وقتی پخش میشه، من روستایی بر حس تبعیض من بیشتر واقف میشم. کینه و عداوتم نسبت به دولت بیشتر افزایش پیدا میکنه. پس گاهی رشد اقتصادی سبب انقلاب میشه. این خطای محاسباتی دوستان پادشاهی خواهی ما از اینجاست که فکر میکنم بله ما 20% رشد داشتیم. بله، اما اون رشد توضیح نمیشد در جامعه. مثل پدری که درآمدش بیشتر شده اما به فرزندان دیگرش پول نمیده، به یکی میده. او فرزنده میگه خب درآمدت که بالا رفته امسال، چرا دیگه باز به ما پول نمیدی؟ چرا ما باید تبعیض رو بچشیم؟ چرا ما باید در محرومیت باشیم؟ خب اینم یه مشکل بزرگیه. ویژگی دیگری که آقای لینزدان میبره این که وقتی این رژیم ها محدود شد پایگاهشون در سطح جامعه، متکی به کشور خارجی میشه، چون پول نیازه، مشروعیت نیازه، حمایت نیازه و در نتیجه ما باید بریم به سمت کشورهای خارجی و بنابراین باز بیشتر از چشم مردم میفتن، چون اونها دست نشانده میدانن، حتی ممکنه نباشن ولی مردم اینطوری فکر میکنن. و زمانی که اون کشورها دست از حمایت بردارن، این دولت‌های سلطانیسم به شدت آسیب پذیر میشن. بنابراین ما رگه‌هایی از این نوع امر حکومتی رو در کشور خودمون داشتیم به عنوان سلطانیسم، در بحث‌ها و بخش‌های بسیار برجسته بود، در بخش‌های دیگری ممکنه افول کرده باشه. تمام اینها برای اینکه درک بهتری نسبت به امر سیاسی داشته باشیم و نیندیشیم که میشود به هر نحوی سیاست رو اداره کرد. این بحث رو در آینده هم ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر، بدرود و پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.